درود، با 180 ثانیه سه‌شنبه دوم مهر ماه همراه ما باشید. رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران گفت: کارنامه رژیم خودکامه ایران مرگ و ترور است. رهبران ایران در تنور جنگ سوریه و یمن می‌دمند. او گفت حکومت ایران در حال چپاول ثروت این کشور در مسیر رسیدن به سلاح هسته است. ما هرگز اجازه نمی دهیم این اتفاق رخ دهد و به همین خاطر من از برجام خارج شدم و تحریم های شدیدی را علیه ایران اعمال کردیم. ایران به امید رهایی از این وضعیت دست به اعمال خشن زده است. ما در واکنش به این رفتار خشن مانند حمله به تأسیسات نفتی عربستان بالاترین تحریم ها را علیه بانک مرکزی اعمال کردیم. او از کشورهای جهان خواست تا فشارهای اقتصادی حول ایران را تشدید کنند و گفت که هیچ کشوری نباید از آتش خونریزی ایران حمایت کند. آقای ترامپ تاکید کرد همه کشورها وظیفه دارند که اقدام کنند. هیچ کشور مسئولی نباید به آتش خونریزی ایران کمک کند. مادامی که ایران به رفتار تهدیدکننده خود ادامه می‌دهد، تحریم‌ها برداشته نخواهد شد. آنها تشدید هم خواهند شد. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد حکومت ایران شعار مرگ بر آمریکا را تکرار می‌کند. احساسات ضد صهیونیستی را تحریک می‌کند. رهبران ایران گفتند که اسرائیل یک غده سرطانی است و باید از بین برود. ما این وضعیت را تحمل نمی‌کنیم. به گفته وی، مردم ایران احتیاج به دولتی دارند که دنبال کم کردن فقر و فساد باشد، نه اینکه هزینه قتل عام در کشور خودش و دیگر کشورها را بپردازد. او ادامه داد رهبران ایران باید دست از تهدید دیگر کشورها بردارند و بالاخره به مردم ایران اولویت بدهند. او گفت 40 سال است که حکومت ایران مشکلاتی که خودش برای مردمش ایجاد کرده را گردن دنیا می اندازد. آمریکا آماده دوستی با تمام آنهایی است که با حسن نیت به دنبال صلح و احترام متقابل هستند. بسیاری از دوستان نزدیک آمریکا قبلا دشمنان بزرگش بودند. آمریکا دنبال شریک است و نه حریف و اعتقادی به دشمن ابدی ندارد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته که امیدوار است در ساعات آینده پیشرفتی در زمینه گفتگو با ایران به دست بیاید. او در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرده بود. این اظهارات در حالی بیان شده که امروز اعلام شد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در دیداری که از قبل برنامه ریزی نشده بود با روحانی دیدار خواهد کرد.